آقا معنی تتوهایی که من زدم چیه؟ واسه زیباسازی شهر من تلاش کردم. کلا حالمو خوب میکنه. یه گل میذاره رو قبرش، میشینه سیگارش رو میکشه. و در عین حال خدا برایم کافیست و بس. آقا سلام. خوبی؟ یوتیوبه. چیز خاصی نیست. یه ویدیو یوتیوبه. فاکینگ دارم میگیرم. چنلم اصلا سابسکرایب نکن. زنگولرم نمار. وضعیت مالی خرابه، داریم ویدیو یوتیوب میگیریم که پول لد بیاریم. آره منطقی، فکت، صداقت، خیلی صادقانه دارم بهت میگم پول 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 ندارم. فاکینگ فقر. آره خبتیم ویدیو یوتیوب بگیرم یه دونه واسه تون. موضوعشم اینه که خیلی از من دوست داشتیم بدونیم که آقا معنی تتوهایی که من زدم چیه و اینکه چرا اصلا تتو زدم. چی شد اصلا من تتو زدم؟ بذاری از فکر کنم واقعا چی شد که من تتو زدم. همیشه دوست داشتم تتو بزنم، همیشه دوست داشتم تتو بزنم، ولی طرح خاصی مد نظرم نبود. حالا کلی خاطره راجع به تتو دارم که براتون تعریف کنم. آقا یه سری رفته بودم توی یه سالونی، بعد دیدم اتاق تتو داره، رفتم اونجا نشستم و این چیزا. من این تتوی گردنم اولین تتویی بودش که من زدم که نوشته حسبی الله. بفرمایید دقیقش نفهمید. یه سری ها میخونن الله حسین، یه سری ها میخونن نمیدونم حسینی الله، یه سری ها میخونن بسم الله. ولی این تتوی گردن من حسبی الله. حسبی الله یعنی خدا برام کافیست. خب بس خیلی ثقیل هست، من خوش میکنم به ظرفیت من اونقدر فکر نکنید، در حد همین ظرفیت کوچیک دو تا فوش بده بخندیم دیگه. یعنی من نیاز به هیچ کسی ندارم، نیاز به هیچ بنی بشری ندارم، خدا رو دارم بس بس. بعد این اولین تتوی بود که من زدم. دومین تتو هم همون روز زدم، این تاریخ 10/4/2021 که تاریخ بودش که من رفتم از ایران رفتم. واقعا هیچ کدوم از تتوهام از این که زدم پشیمون نیستم، اینو دوستش ندارم ولی پشیمونم نیستم. نگاش میکنم یاد یه سری چیزا میفتم که همچین تجربه خوبی بود تو زندگی. تتو گردنم دوست داشتنین تتویی که من دارم و از وقتی هم که این تتو رو زدم حس خوبی بهم میده. هر جا مشکل میخورم، هر جا ناراحتم، این داستان این تتو کلا حالم خوب میکنه. بعد دیگه رفتیم آقا روی دست. روی دست این گادفادره، آدمش نبود، این دسته نبود، ده گادفادر خالی بود که داخلش هم خالی بود و هیچ پر نبود، سیاه نبود، فقط نوشته بود ده گادفادر. که یه مدت که گذشت یه تتوکار این تتوی گادفادر رو فقط نوشتش با گردن و با این عدده رو یه نفر زد. بعد که یه تتوکار دیگه پیدا کردم اون کلن تز بقیه چیزایی که میخواستم بزنم و اون داد. یعنی من طرح رو میگفتم، اون به من میگفتش که کجا بزنم، چجوری بزنم و این داستانا. دگات فادره هم خودش واسم پرش کرد، دست بالاش هم کشید و این آدمکر هم کشید. اول میگم چه تتوهایی دارم بعد داستانشو میگم. یه دگات فادر دارم با آدمش و این دسته، یه دونه دست اینجا دارم که سیگار دستشه، یه دلار اینجا، یه دونه تیر اینجا، یه چاقو خنجردار اینجا، یه گل رز اینجا، یه تفنگ اینجا، یه دستبندی که روش نوشته ناتو اینجا، دیگه یه نارنجک و خیلی آزاخیته. دیگه بریم جنگ دوستان. بله این کل تتوهایی که من دارم با این گردن و این دسته، کل تتوهایی که من دارم. حالا سناریویی که من واسه تتوهام خودم توی ذهن خودم نوشتم و کشیدم و سناریو خیلی جالبیه. سناریو از این قراره که گادفادر کیه؟ گادفادر گادفادر من، گادفادر یه دونه تفنگ داره با یه دونه تیر، یعنی هر کی رو که بخواد شات میکنه میزنه. تیرش تموم شد، خنجر داره، این خنجره میاد بالا میره تو دستش، تیر نداشته باشه با خنجره میزنه میکشه. یه دونه دستبند داره که یکیش بسته است یکیش بازه، هر کی رو بخواد میگیره، هر کی هم بخواد باز میکنه. ناتو هم که یه نقش مافیاست که توی بازی مافیا ناتو حدس میزنه که
مثلا فلان شهروند چه نقشی داره، مثلا نقش دکتر داره، اگه درست حدس بزنه اون میشه عضوی از مافیا. نارنجک داره که دیگه یه گروه خیلی زیادی رو اگه اذیتش بکنن گروه رو کلا حذفش میکنه. خب همه این کارا رو کرد تموم شد. اینجا دلار هم هستش که دیگه گادفادر مشکل مالی نداره، کش زیاد دوستان. بعد اینکه همه رو کشت یه گل میذاره رو قبرش، میشینه سیگارش میکشه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود کلا سناریو تتوهایی که من دارم و در این حال خدا برایم کافیست و تاریخی که از ایران مهاجرت کردم که این دوتا اصلا هیچ ربطی به این دسته نداره. خب یه خاطره خیلی جالب از تتو بخوام واسه اون تعریف کنم. من برگشتم بخواستم یه چند تا دیگه رو دستم جایی که اصلا دوست داشتم تتو کنم و این داستانا. عرفان یه تتو کار داشت، گفتم که آجی بگو نوبت بگیر ازش وقت بگیر من میام تتو کنم. گفت محمد بیا یا گفتم باشه میام بش. اوکی. گفت محمد این تتو کار خیلی حساسه سر تایم باید باشی. گفتم اوکی داداش میام. نوبت رو گرفت و من نرفتم. این بده، یعنی تو ترافیک گیر کردم نرسیدم برم. ناراحت شاکی که من آقا به خاطر این من کار داشتم به خاطر این موندم این داستان رو تموم شد. حالا من یه دوست دیگه دارم اونم رفته بود بهش گفتم وقت تتو بگی بهم میشه تتو کار تتو بزنم. آقا وقت تتو گرفت، من خودم گفتم وقت تتو بگیره، بعد خوابیدم گوشیم جواب ندادم خوابم برد. رفیقم اونجا تو رو دروایسی یه دستش رو پلم کرد، گفتش عزیزم این دوستتون میخواست بیاد تتو بزنه چی شد؟ ما الان یک ساعت منتظرشیم. این داستان گفتش یه مشکلی پیش اومد براش نتونست بیاد دیگه، بفرمو منو تتو کن. دستشو داد فاکینگ خوشگلا، یعنی باعث و بانی این شدم که دستش زیباشه. واسه زیباسازی شهر من تلاش کردم. حالا هی میاد میگه که تو نمیدونم منو لاکار دادی و چند این تومن هزینه کردم و فلان دستم رو تتو کردم تو رو دروسی. چقدرم ناراحت از این باز، ولی قشنگ شد. خودش قبول داره که دستش خیلی زیبا شد. چند تا طرح دیگه دارم که بزنم. به نظر شما سناریوی که من واسه تتوهای دستم کشیدم نوشتم واسه خودم قشنگه یا نه، و اینکه شما نظرتون راجع به تتو چیه و چه تعریفی رو دوست دارین؟ اگر هم تتو زدین و دارین حتما توی اینستاگرام استوریش کنین و منو منشن کنین که ببینم. در کل تتو چیز بدی نیست. من خودم تتو رنگی زیاد دوست ندارم، بیشتر تتو سیاسفی دوست دارم، چون تتو رنگی بعد از یه مدت رنگش میره و اون زیبایی اولیه رو دیگه نداره. حالا در کل خیلی هم تتو رو بد میدونن، من احترام میذارم به سلیقه آدم ها. در کل مادر منم خیلی زیاد تتو دوست نداره این چیزا، ولی مو رنگ کردن دوست نداره، تتو کردن دوست نداره این داستان، ولی به چیزایی که من دوست دارم احترام میذاره و باهاش مشکلی نداره. شما اگه توی یه چارچوب و طبق اصول زندگی کنین به کسی ربطی نداره که چجوری دارین زندگی میکنین، ولی در کل هم دیگر دوست داشته باشین. یه چیزی واسه ارائه نداشتن دوستان. دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. خواستم که فقط یه توضیح بدم چون خیلیاتون ازم سوال میکردین، بگم واسه خیلی جالب بودش که بدونن موضوع تتوام چیه. عاشقتونم. کانال رو حتما سابسکرایب نکنید، زنگوله رو اصلا نمایید، کامنت انگلیسی هم نذارید، کامنت اصلا چینی بذارید. بعد عاشقتونم. بوس به همتون.